درود به هموطنان عزیز گیلان زمین، لاهیجانی های عزیز، امیدوارم که سال خوبی رو برگزار کردین. امیدوارم که سالی خوب شروع کردیم و سالی پر از محبت و آرامش خدا رو در زندگی هاتون میبینین. لاهیجانیان عزیز خسته نباشین، عید دونم بالاخره به خانه های همدیگر بوشوین، همدیگر سر بزین، از کسی هم کینه داشتین دونم که بوشوین از دلشون در بردین، دستتون در نکنه که واقعا محبت خدا رو به کسی نشون دین. امیدوارم که همیشه شاد و پیروز ببین در زندگی. سلامتی امسال سال سلامتی و آرامش برای همه شما بون و در خانه های شما بون. با دعای برنامه را آغاز کنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای همه برکات، نعمت و رحمت و فیض توی خداوند. امروز خداوند بیش از هر روز فیض تو آشکارتر است ای خداوند. شکرت میکنیم که ای خداوند تو ما رو هدایت و حمایت میکنی و تحت روی قدوست ما رو کنترل میکنی ای خداوند. امروز میخوام برنامه من خداوند از روی قدوست کنترل شوه به هدایت شوه ای خداوند. ای روی پاک مسیح خداوند امروز هدایت کننده باش و حمایت کننده باش و هر چیزی که از زبانم بیرون میاد به قدرت نام تو باشه و برای جلال نام تو باشه. شکرت میکنم به قدرت نام عیسی مسیح، آمین. خب بار دیگه سلام گونم شما را عزیزون هر جایی که گیلون زمین نیستن. الان شاید مثلا گیلونه خیلی جا شهرستان های دیگه بوشوین، استان های دیگه بوشوین، شمه خوش بگذره، سالی پر از شادی و نیکویی برای شما بگون. هفته دیگه و به خدمت شما بمایم تا در جوار شما با شما یک کلگوی بزنیم و با شما شادی بکنیم، عید 96 با شما شروع بکنیم. این روزان خیلی خانم یه دونه پند کوچیک بدم که مواظب ببین اونایی که آمریکایی سن، اونایی که اروپایی سن و تعطیلات هم برای ایران. خیلی باش توستم در روزنامه ای بخوندم که یک خانومی از آمریکا بوشه به ایران، بعد خو ایره وقتی شنی ایمیگریشن یا همون گذرنامه من که شنی تمام او اپلیکیشنون که همون برقایی که پورا کنین همه در میزون هم نپره. مثل ایران نیه که مثلا آقا تو بخوای از یه نفر یک نفر بگیره تحده، ایره همه سوا همه جا هنده، مثلا هر فرم یکی خانی سوا سوا هنده. یه خانم بوشو این فرمون اور بیت دهت پونزهت یا بیست هر چیزه ببرده ایران بوده. آره مو کارمند ایمیگریشن هم با ما هم هر نفری $3,000 $2,000 ازشون حیط سبتنام بوده که شماره بدن به آمریکا بینم. دروغ و کلک و بیش از حد بعضی از آدمان. خواهش کنم مواظب ببین گولی آدمایی که از خارجنن به ایران نخورین. البته درصد خیلی کمی از ایشون نیستن، شاید 1% هم نین، ولی گولیشون نخورین چون شما در ایران نیستن، در فشار نیستن. یه نفر همانه که شما یه حرفون زینه شما گونین اوکی رسو گونه دی بده همو بده $1,000 هدیم به عشقی که بسن باشین اروپا یا آمریکا، شما سر کلا نینن پول از شما اگنن. خب خدا رو شکر مثل که یه خانم آمریکایی دیگر ایران آمریکایی واری سبو و او واقعا کارمند ایمیگریشن بود بفهمسه اونو به پلیس معرفی بوده و پلیس اونو بیته. ولی هر کس که از راه رسن از آمریکا یا از اروپا نه حقیقتا قبول نکنین که هرچه به شما گونه قبول نکنین. مثلا به مجد یک تا فون پرا کنم تا بینم آمریکا $1,000 معادی $2,000 معادی همه دروغ گونن. فقط اینه بودم که مواظب ببین چون ایروزون همه جا شیطان کار کرده.
روزا روزای آخره. شیطان با هر چی قدرت بیش از حد به همه حمله کرده، حتی به تمام مسیحیان حمله کنه. بعضی به مسیحیان حمله کنه که یعنی مثلا افکارهای دیگر دنن، افکارهای دیگر صحبت کنن، اصلا از کتاب مقدس خوشانه به چیزهای دره بینن، از این معلیم های دروغین که یعنی مردم تعلیم دروغین دینن. یا گونه مو نبی خدا مثلا از هر منو از کور از خدا معلوم بوده که آقا توی کار بکن توی کار نکن. برای اینکه ما انسانیم و ضعیف، با تمام سوادی که داریم، با تمام افکار، پول، ثروت، هر چی که داریم ضعیفیم، چون انسانیم. انسان ضعیف که یه میکروب کوچیک ما رو طوری نکشنه، 10 دقیقه دیگه ندونیم زنده ایم یا نه. هیچ کس من نبگو 10 دقیقه دیگه زنده یا مرده. فقط خدا دونه که ما 10 دقیقه دیگه چی بر سر ما آنه، ولی ما به لطف فیض خداوند جلو شنیم. ببخشید هنوزم میز که داروانو بخوردم، هنوزم خوب هنو با میز که برحال. و امروز بنام خانم از این شیطان بگم که شیطان اینقدر به ما حمله کنه، تا به ما مسیحان هم حمله کنه. هر کس هم که هر نظری دانه، هر حرفی زینه، نظر خودشو گوده داره. قرار نیه که نظر مو، اگه مو میشه ما اشتوسه دارین نظرهای منو نگاه بکنیم به مطابق کلام خداوند ایسه مو گوته دارم یا نه هرچی از دل مو همه داری، هرچی چرت پید از جای دیگه گوته دارم. نه، چیزی که خداوند ما تعلیم بده، چیزی که خداوند به دل مو تودینه برای شما گونم، نه هرچی بگم. کتاب مقدس مال خداونده، کلام خداونده، الهام شده خداونده، کسایی که بمیشتن یره. مثلا در دوم قرنتیان 4:4 گونه که شیطان که حاکم این دنیا پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور و جلال انجیل را ببینم و معنی پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است درک کنند. هر کس انه خوشه به اگه مسیحیم با تعلیم اشتباه داده، قرار نیه که من نوعی که الان از دوربین پشت نگاه کردم و گوش دادم همه تعلیمون همینجوری سرسرانه گوش بدیم و قبول بکنم. واقعا بشین مطالعه بکنین، انجیل بخونین، کتاب مقدس بخونین تا بفهمین که واقعا این چی بمیشتن نداری. با کسایی هم که صحبت کنن گوش بدیم به این چی گوده دارن. مثلا یه نفر هنه گونه که آقا فلان کس که مسیبای همچی چیزی حرف بزهی، اونم یک گونه آدمه، انسانه. انسان هم شیطان تینه به جلد اونم بشون. روزا روزای آخره. اتفاقا شیطان از کسایی استفاده کنه که با خداوند راشو دارن، همیشه به اوشون حمله کنه. خب اونم آدم خدا یه چیزی گونه داره، قرار نیه که من هر چیزی که او بوته منم قبول بکنم. که خدم امروز از این از کتاب هر جا فقط آیاتی از کتاب بخونم. قرنتیان 2:4-2 پس ما هرگز از این خدمت مهم دست نخواهیم کشید، زیرا خداست که از سر لطف ما را به چنین خدمتی گمارده تا پیغام انجیل او را به مردم برسانیم. ما سعی نداریم که با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمیخواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمیکنیم کسی را وادار نماییم که به تعلیمی برخلاف کتاب مقدس ایمان آورد. ما هرگز به چنین روشهای شرم‌آور متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیزی دیگری را اعلام نمی‌نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. بس ما اگه میره از کتاب مقدس کنیم، از این خدایی که جسم ببوشه، خیلی قبول ندنن که خداوند جسم ببوشه. اولین چیزی که
اعلام کنیم خدایی که جس ببوشه به ما خودش خار و ذلیل بوده به خاطر گناهان من نوعی به ما روی صلیب بوشه و بدترین توهینان به خودش بیته. ببین تا این خدا اگه ما باش نکنه، تا این قلب عوض نکنه، زندگی ما به دردی هیچی نخونه. ما اگه آمریکا بام، از ایران بام، ندونم اروپا، بگم سقف آسمان ایران کوتاه، تا من سر بلند کنم خونه به اون سقف، بس باید بشم یک سقف بلندتر سه، مثلا بشم آمریکا، بشم اروپا، همه ایشون باید تمام جای دنیا که بشم. وقتی قلب درونی ما عوض نبون، همون کینه، همون گرفتاری، همون افسردگی، همون خشم با خودم حمل کنم، چیز تغییر نکنه. فقط می مکان تغییر کرده. از ایران آمدم آمریکا، از ایران آمدم اروپا، ولی قلبی هیچ تو گم نخورد، قلبی هیچ جور درست نبود، ارزشی ندانه برای مو. ای بانه که می قلب همینجوری آمدره، نسل اندر نسل همینجوری ادامه پیدا کنه. بعدن گونه آقا بوشو روانشناس ورجی، به این روانشناس، روانشناس اولین چیزی که تپرسنه آقا چیمی خانواده من، کسی افسرده بود، کسی خیلی، بله آقا بابای مو، بابا بزرگ مو، مادر بزرگ مو، مادر مو. گونه آقا خودت هم از اوشون از نسل به نسل به تو هم برسه. اینه ما تا این قلب ما عوضانه بون، هرچی هم افکار ما روشن فکر ببون، هرچی هم افکار ما فکرهای بلند بداره، ولی قلب ما عوضانه بون، هیچ چیزی در زندگی ما عوضان نبنه. امروز باید در این قلبتون بازا کنین، اینقدر که خونه تکونی کنین، خونه تمیزا کنین، بایم این قلبای خودمون تمیزا کنیم. از این کینه و ریا و خشم بایم بیرون. 38 ساله که اینقدر این مردم به خشم بردن، اینقدر این مردم اذیت بودن که مردم همه حتی حرف زیدن انتی همه حاضر انتی گلو خفه بکنن. هیچ کس همه منی درست حرف بزنی، هیچ کس منی قبول بداری، چی با روزی آدمان با ما؟ چی باعث بود که اینقدر آدمان اینقدر بیره ما بون؟ چی باعث بود که اینقدر آدمان همدیگر سر کلا بنین؟ حتی در دیالوگان خودشون صحبتی که کردن با هم در خشم و کینه ببون. آیا در فردای آینده ایرانم ما باعثی همین جور ببیم؟ الان که همه عمر خشم و کینه و افسردگی بر ما حاکم ببو، باعثی در آینده هم همین جور ببیم؟ قضاوتهای ما همه نادرست، بر همه کس خودمون اجازه دهیم که به همه کس قضاوت بکنیم. چرا باید قضاوت بکنیم ما؟ ما کیستیم که قضاوت بکنیم مردم ها؟ اول ما برای خودم قضاوت بکنم، ببینم مو چی جوریم، مو چی قدرم، دلم مو چیسه، حرف مو چیسه، بعدم با مردم قضاوت بکنم. اینقدر در این 38 سال اذیت بودن امر مردم، ما رو داغون آگودن، همه پراکنده بودن، این 38 سال بدترین روزهای زندگی ایرانینه. ما اومایم از کلام خدا صحبت بکنیم، یک دوش شدیم در سیاست، برای اینکه افکار ما رو خراب آگودن، مردم دیگه خدا قبول ندنن. هر کس هر چی صحبت کنه فکر کنن اون خدایی که با ما معرفی بودن همون خدای. نه این خدا و خدا نه. یک بار بچشین تا بفهمین که عیسی مسیح کیسه. هر کسی که مسیح درش زندگی کنه، هر آدمی که مسیح درش زندگی کنه، غیر ممکنه که تبدیل نبون. امروز بیا آزمایش بگم، بیا در مسیحیت، بیا با مسیح قدم بزن، خودت احساس کنی که در درون تو تغییری به وجود بمه، در زندگی تو تغییری به وجود بمه. بایم این کینه و خشم از خودمون دورا کنیم. اگه خانیم در فردای آینده ایران خانیم که آدمای سالمی ببیم،
آدمایی ببینیم که بتونیم کشور ما رو بلند بکنیم، بتونیم زندگی های ما رو درست کنیم. اولین چیز اینه که ما از زندگی خودم آغاز بکنم. زندگی خودم اگه جمع جورا کنم، تینم در اجتماع بعد بام با مردم در صلح صفا زندگی بکنم. نه به معنی که یک دونه حرف زنیم همدیگر خشم بداریم، توهین بکنیم با همدیگه. واقعا ما مسیحان همه، البته هم انسان نامه. اگه یه نفر انگونه من مسیحیم اما رای کج بوشه شیطان بهش حمله بوده، او دیه من نیه بگو که من مسیحیم ای تعلیم و عیسی مسیح دادرم ای، بلکه چی؟ او از را منعرف ها با. وقتی از را منعرف ها بنه، هر چیزی از دهانش بیرونه حرف سینه، حتی اگه رهبر یه نفرم بگون. مگه زمان عیسی مسیح نبود همین فریسیان، همین خاخامای یهودی لباسهای بلند بوشین، ظاهرشون آراسته بودن، اما فقط تینستن خودشون نشون بدین، قوت و قدرت خودشون نشون بدین که ما مقدسترینیم. نه، هر کس اینجور لباس بوشنه یا بخواه مثلا بگو مور رهبر یه قرار نیه که او مقدسترین ببونگه. عیسی مسیح دو نفر به من توبه بکنه، یه نفر باجگیر بود، یه نفر آدم به قول خودش مقدس بود. اولین چیزی که مقدس انواره صحبت کنه گونه، خدایا شکرت کنم که مثل یه آدم باجگیر نیم، شکرت کنم که مثل این مردم ازین ندم، شکر کنم که می دعیه که هدینم، شکر کنم که خداوندا همه شریعت تو رو برگزار کنم. همیشه یعنی که تنه زیده، یعنی ایر توبه کرده نی از خداوند، ولی او باجگیر با شرمندگی سری پایین، حتی من خدا رو نگاه بکنه زین خوش سینه میانگونه به من گناهکار خداوند رحم بکن. خداوند اینجور آدمان بخشنه که آدم های گناهکارن ولی واقعا توبه کنن. از کارگردان عزیز خانم که یک دونه سرود بنه بعد برگردم بشم. دست پر مهرت پدر جان، گرمی دلهای ما، نام قدوست مسیحا مرهم زخمای ما، روح قدوس خداوند عشق تو در جان ما، فیض و امید و حیاتم نام تو بر لبهای ما. Oh.
درودی دیگر به شما لایجنین عزیز، گیلونین خوب، ایرونین خوب، عزیز ما. ما هر کاری کردیم برای ایران، برای نجات ایران، هر کاری کردیم خانیم که شما ایرونین قلبتون واقعا بای خدا آرامش بگیره و زندگیاتون واقعا تبدیل بمون. هر کاری که کردیم ما از روی قلبم کردم. بلای ایره نه کسی با ما پول عدیه نگیه کاران بگونیم، نه مامور سیاهیم، هیچی نیم. اما ایره خدا با ما یک ماموریت داده، خدا به قلبمون نینه که بام با لایجونین صحبت بکنم. امروز خانم شما لایجونین عزیز، امروز خانم واقعا در مسیح قدم بزنین تا ببینین که واقعا در مسیح زندگی کردن یعنی چه. خود خدا به شما نشون دینه که شما زندگی چقدر تغییر پیدا بوده، باید چقدر آرامش پیدا کنین. مشکلات زیاده، دونم مشکلات خیلی زیاده، ولی تمام این مشکلات باید به همین خدای زنده اعلام بکنین و این خدا 100% با شما راهنه، 100% شما را از او بوران نجات دینه. امروز باید به این خدایی که جس ببوشه، خدایی که با ما با من تو صحبت بکنه و به خاطری که بتونه با من تو صحبت بکنه با ما در جسم انسان با ما که بتونه من تو رو بفهمه. شکنجه بو کارگری بوده، زحمت بکشه در این دنیا، همه چیز تجربه بوده، ولی نه دروغی بوده نه گناهی بوده. حتی با این الگو برداری بکنین از عیسی مسیح، بینین عیسی مسیح کی بود؟ اگه گونین عیسی مسیح پیامبر بود، عیسی مسیح انسان خوبی بود، خب بین از عیسی مسیح الگو بردارین، الگو بگیرین، با این را بشین، بین تغییر کنشم زندگی یا نه. خداوند در همه مشکلات با شما رانه، با همه مشکلات خداوند شما رو بیرون ببینه. اگر هم اینی یه چیزی دعا کنی مسریقت زیاد که دعا کنی اینی بازان نبنه، بودون خیریتی توشه. به این هیچ چیزی اگه مو دعا کردنم برای یه چیزی اینم خداوند بازان نکنه، دونم که اگه بازا کنه به زودی به موقعش بازا کنه، ولی به زودی بازا کنه به خیر سلایمونه، شاید اصلا به ضررم ببون، اصلا شاید می زندگی نابودا کنه. خداوند یه گونه به رومیان 8:26 گونه به این وسیله، یعنی به وسیله ایمان ما، روی خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهای ما یاری میداد، زیرا ما حتی نمیدانیم چگونه و برای چی باید دعا کنیم، اما روی خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا میکند که با کلمات قابل توصیف نیست و خدا که از دل ما با خبر است میداند روح القدس چی میگوید، زیرا آنچه که او به جای ما دعا میکند طبق خواست خداست. آن چیزی که خواست خدا بون 100% برای ما. وقتی با خدا راشنی بدون که خدا هیچ وقت تعویلا نکنه، هیچ پدری نی. الان مو که پدرم دونم که خدا میبه چی کنه. اگه الان میزگ یه چیزی از مو بخواه، آیا توی که پدری یا مادری جون تو برای فرزند ننینی؟ بس عیسی مسیح جانش برای ما بنا که چون ما فرزندانش، چون به خاطری که ما رو دوست دنه، عاشق ما. تو اگه عاشق فرزند ببی جان تو هم دینی. هیچ پدر مادری من یه بگو که میزگ واره بده هر کاری چون دلخنه بکن، نی هیچ کسی کار نکنه، بلکه خودتو تو دینی جلو که تو نابودا بیتی زگ نجات پیدا کنه. به از این خشم و کینه خودمون را بدیم، باید اینقدر کینه به دل نبیم، باید با آرامش خداوند زندگی بکنیم. امروز حقیقتا باید با آرامش خداوند زندگی بکنیم. گول معلمین دروغی هم نخورین.
اینقدر به ما از ما اینقدر از خدا بد بودن ما از همه چی دل نفرت پیدا بودیم. بعدم گونیم که ما بی خدایم. اسم ما نینیم که نه من مسلمان نیستم، من نه خدا پرست نیستم، من نه فلان نیستم. ولی در صحبتهایی که کردیم این ایره به این زمینی که وجود دانه یه چیزی بگم، نه تینی بگی که موی وسط نیستم، وسط من نیبگیستم. اگر با خدا را شدنی بودن که با شیطان را شدنی، تو گونیم خدا قبول نرم شیطان قبول نرم، آره دی تو ازم بوشه شیطان بغل. وقتی تی صحبتون هم همه ناجور خشم و کینه دانی، خانی همه کسی داغو نگونی، بودن که با شیطان را شدنی. وسطی وجود ندانه، تو وسط نیستی، یعنی هیچ وقت فکر نکن وسطی سایی که نه او طرف قبول بداری نه ای طرف. هر کسی خدا قبول ندانه اصلا ده بوش و خودش ده بغل شیطان، یعنی نه تو بغل شیطان بوشه بلکه قبول بوده که او طرف بایسته. تو تا موقعی هم که به شیطان کاری نداری هیچ وقت کاری به تو ندانه. همینطور که ما بغل خدا عیسی با خدا را شدری انه تذر بزینه. اموی مرقس پیدا کنم 13 12 13 مرقس 12 13 13 12 13. مرقس 13 گونه در آیه 12 گونه برادر به برادر خود خیانت خواهد کرد و پدر به فرزند خود، فرزند نیز پدر مادر خود را به کشتن خواهد داد. همه از شما به خاطر پیروی از من نفرت خواهند داشت، ولی کسانی نجات خواهند یافت که این مشکلات را تا با آخر تحمل نمایند و مرا انکار نکنند. عیسی مسیح خانه که آدمی ببی که واقعا وقتی قول بدهی با خدا، خدا هم خوش قولی هیچ وقت نشکنه. نه این خدای زور هم نیه، مثل دینای دیگه زور نگونه به تو. این خدا هیچ وقت نه زور به تو چیزه، خدای جنتلمنیه، کاری به شما ندانه تا آزان نینه. اگه دوستانی در قلب تو بازا کنی وارد بنه، اگه دوست ندانی زور تن نگونه که تی گردن زینم اگه نه ای طرف تی دست بینم تی چشم بیرون رو بینم. نه، همچین خدای همو قبول ندانیم. خدای قبول دانیم که واقعا شبانی ایسی که برای ما ایسی خیلی ما رو بگن که بابا کنی گوسفندی نی بذار بگن، ولی شبانی ایسی که وقتی بره زخمی ببون نین خوش کول سه ابین اون مداوا کنه، رهبری سی که خوش جون دینه. شبانی نه که بخواب بره زخمی ببون مثل خیلی دینای دیگه، خیلی رهبران دیگه که بگو ولش کن بابا یعنی ارتودی بوشون یه کباب بکنیم بخوریم به افشن ولی کباب بکنیم. نه، رهبری که نخواه برای ملت خودش هیچ کاری نکنه، فقط در فکر خودش به اون رهبر نیه، و اصلا هیچ چی با... نیه، هیچ چی نیه در این دنیا. متاسفانه رهبرهای ما اینجوری هن. همیشه برای خودشون گونن. نباید با تو این بگونی به رهبر یا با یه نفر دیگه، با هر کس، هر کدوم از این مسئولین تا تو این بودی حکم تا دن. در جا اصلا تی عقیده به هیچ وجه آزاد نیه. عقیده بغیر از عقیده اوشون بداری باید ایدون ببی. آخه ای چی چیزی است که شما خانین همیشه به سوی شما باییم؟ نفهمستم چجوری شما خانین همه چی هر رای که شما شدریم مردم همون را بان. مویر گوته درم از عیسی مسیح زور نگونم ایش کسی، گونم بشین مطالعه بکنین، بخونین، با ای خدا قدم بزنین تا نتیجهش بینین، بعدم باین. هیچ زوری در کار نیاره. واقعا به قول عیسی مسیح گونه خوشا به حال موعظه سرکود در متی 5 گونه. واقعا گونه خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس میکنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. روزا برادرم، خواهرم، عزیزان من، ایرانیان، روزا روزای آخره. از همه چیز معلومه که روزا روزای آخره. باید روی شما رو نجات بدین. واقعا باید روی شما رو نجات بدین. نگین که جهنمی وجود ندانه، بهشتی وجود ندانه یا فلان. قانون همه جا هن نه. در همه کشوران صد بار بودم قانون هن نه. وقتی خلاف کنی جریمه بنی. در قانون الهیم قانونی هن نه. نه هر چی تی دل بخواه هر کاری بکنی. خداوند پر از محبته. همین الان هم زانو بزنی در مقابلی خدا، خدا تا بخشنه. هر گناهی که بودی همین الان بدترین گناه بودی، اگه پشیمون آبای زانو بزن بگو ای خداوند ببخش ما، ندونستم چی کار کردم، به تو ایمون نبینم، گناهان منو ببخش، ایمون دنم که خون تو خداوند به خاطر منو گناهکار بکلی. بیا امروز در قلبمو زندگی بکن، امروز به خدا و خداوند زندگی مو باش، به من راهنمایی بکن تا در این زندگی آرامش بدارم و با تو قدم بزنم ای خدا. امروز به اعلام بکن هیچ نترس، از هیچ چی نترس. این ترسون باعث بنه که ما به طرف خدای اصلی نیم. اینقدر ما رو بترسونین از او کتاب قدیمی، اینقدر ما رو بترسونین اصلا میسی که شو داریم یک طرف یک طرف کتاب دیگر هم مطالعه بکنیم ترسنیم، به هیچی هم دست نزینیم. از هیچ چی نترس برادر خواهر من، عزیزان من، از هیچ چی نترسی. با این دستتون رو دارید، دست دارید دست خدا بنین تا متوجه ببینید که زندگی واقعا چیست. امروز دعا کنم برای شما، برای تک تک ایرانیم، بخصوص جوانان ایرانی. دعا کنم که به نام عیسی مسیح خداوند و آرامش الهی برای جوانان ایرانی بگله، چون ما به جوانان ایرانی در آینده ایران احتیاج داریم. خداوند ازشون از خشم و کینه بیرون بره. امروز دعا کنم که آرامش خداوند در تک تک خانه های شما عزیزانم ببون و شادی بینم در شما. مرسی که به ما گوش بدین. تا هفته دیگه، بدرود.